سلام، اینجا کولمده. من محمد جواد مولوی هستم در خدمت شما. این ویدیو مخصوص کساییه که خیلی وسواس‌طور میان دفترچه انتخاب رشته رو بررسی میکنن و ممکنه چشمشون به یه دانه به یک کد رشته خاص بخوره و اصلا ندونن چیه. رشته تربیت مروج سیاسی که توی یکی از دانشگاه‌های قم ارائه میشه و روبروش هم نوشته که مخصوص آقایونه و دارای شرایط خاصی که توی پیوست و این چرت و پرتا که جلوی بعضی از رشته‌ها مینویسن. میخوام این رشته رو بهتون معرفی کنم. در حقیقت فارغ التحصیلای این رشته قراره به عنوان کادر اداری سپاه پاسداران استخدام بشن و از روز اول هم مثل تقریبا خیلی از رشته‌های دیگه‌ای که گفتیم استخدام دارن، حقوق دارن، بیمهشون رد میشه، سربازیشون پیچیده میشه کلن و این شرایطی که توی رشته هایی که حالا زیر نظر سازمان های نظامی و انتظامی و امنیتی هستن برقراره، اینم همون شرایط رو داره. میتونیم ویدیوهایی که راجع به اینجور رشته ها گذاشتیم و ببینیم، مثل دانشگاه بقیت الله و چیزهای دیگه. اما یه سری شرایط خاص داره این رشته که مطمئنم نمیدونی و میخوام اینا رو بهت بگم. ظرفیت این رشته ممکنه مثلا توی دفترچه نوشته باشه 20 نفر، اما این 20 نفر دقیقا چه کسایی هستن؟ کسایی که این کد رشته رو انتخاب میکنن بسته به اینکه از کدوم استان هستن و آیا اون استان نیاز به همچین نیروی اجرایی داره یا نه معرفی میشن برای مصاحبه، دعوت میشن برای مصاحبه. یعنی ممکنه شما این کد رشته رو بزنی، رتبه یکم باشی ولی دعوت نشی. چرا؟ چون استان توی اون سال نیاز به همچین نیروی نداشته و درخواست نداده. و خب این اطلاعاتی هم که آیا این استان نیاز داره یا نیاز نداره جز اطلاعات محرمانه است، یعنی به صورت یا بخت و یا اقبال با این کد رشته رو وارد کنی. و خب بیشتر به درد کسایی میخوره که با شرایط کار توی سپاه پاسداران و این چیزا کنار میان. و اینو براتون بگم که مصاحبهش ممکنه استانی باشه، چون که یادمه یکی از دوستام این کد رشته رو انتخاب کرده بود و دعوت به مصاحبه شده بود، برای این کد رشته رفته بود توی خود مرکز استخدام سپاه پاسداران استان، ولی برای رشته های دیگه که زده بود مجبور شد حتی تا تهران هم بره برای مصاحبه برای یک کد رشته دیگه. آره، مصاحبهش به صورت استانیه. و خب اینو در نظر بگیرین که توی استانتون اگر که معرفی نامه ای چیزی نداشته باشین احتمال رد شدن توی مصاحبه زیاده. خانوما هم نمیتونن، توی فقط برای آقایونه. آره خلاصه خیلی رشته ها هستن که خانوما نمیتونن واردشون بشن. راجع به اینم یه ویدیو یوتیوب قطعاً درست میکنیم، تا چند روز آینده منتشر میکنیم. موفق و مؤید باشین. هر سوالی راجع به انتخاب رشته، خدمات مشاوره، هر چیزی دارین میتونین از ما بپرسین. توی تلگرام هم کامنت های همین پست یا توی اینستاگرام ما در خدمتتون هستیم و همه جا هم کول میدیم. و اینو بگم، علاوه بر شما توی اون مرکز تحصیلی که دارین کار میکنین، مابقی کادر سپاه، حالا کسایی که ممکنه دانشگاه امام حسین باشن، دانشگاه بقیت الله باشن یا جاهای دیگه هم ممکنه اونجا حضور داشته باشن و حالا دوره آموزشیشون یا دوره های دیگر رو دارن طی میکنن، بازم همچنان توی همون مرکز و دانشگاه هن. موفق و مؤید باشین.